از شنیدن کلمه اعدام تنم لرزید. از این کلمه وحشت داشتم. یک بار قبل از پیروزی انقلاب بابا روزنامه خریده بود که توی صفحه اول آن نوشته شده بود چند نفر خرابکار اعدام شدند. بابا با ناراحتی میگفت رژیم شاه خودش خرابکاره، اون وقت به انسانهای آزادی خواه نسبت خرابکاری میده. به عکس معدوما نگاه میکرد و بی صدا اشک میریخت. تا چند روز هم گرفته و ناراحت بود و غذا نمیخورد. الان ذهنم از خرابکار به سمت نیروهای ستون پنجم رفت. پرسیدم چه کسی رو اعدام کردن؟ مگه چی کار کرده بود؟ گفت مگه نشنیده بودی یه نفر از جیب کشته ها و مجروح ها دزدی میکنه؟ گفتم چرا؟ گفت اون آدم رو پیدا کردن، آقای خلخالی دادگاهیش کرد و حکم مفسد فعل ارض براش زدن، بعد به اون درخت بستنش و تیربارونش کردن، بعدم جنازه‌ش رو بردن. به نقطه‌ای که اشاره میکرد نگاه کردم. درختی را روبروی مسجد نبش خیابان فخر رازی نشانم داد. بعد حرفش را پی گرفت که میگن تو دادگاه ازش سوال کردم که چرا این کارو میکنه. حرفی برای دفاع از خودش نداشته. اتهامش رو قبول کرده. از دالان حیات بیرون آمدم. نبش خیابان انقلاب و فخر رازی درخت بیار بزرگی بود. گلوله ها تنش را زخمی کرده و شاخه بزرگی از آن شکسته بود. برگ ها و میوه های زرد رنگ و لوبیا مانندش خزان زده و پخش زمین شده بودند. وقتی نگاه هم به خونی افتاد که روی زمین ریخته شده بود و رویش خاک پاشیده بودند، حالم بد شد. حس بدی به آن نقطه پیدا کردم. برگشتم توی مسجد. برایم عجیب بود. چرا و چطور یک آدم ممکن است در وضعیتی که هر لحظه احتمال کشته شدنش هست دست به این کار بزند؟ با این حال اصلاً از تیرباران و اعدام خوشم نمی آمد. کمی که حالت عصبیم بعد از آن موج گرفتگی و شنیدن خبر اعدام فروکش کرد، رفتم سراغ ابراهیمی و وضعیت خطوطی را که دیده بودم برایش توضیح دادم. گفت باز داری به من میگی؟ گفتم خب چی کار کنم؟ به کی بگم؟ گفت خواهر من باید به فرمانده ها و مسئولا بگی. وضعیت رو اونا باید بدونن. اونان که میتونن دستور صادر کنن و شرایط رو تغییر بدن. من چه کارم؟ چرا همش به من میگی؟ من خیلی سرم، فقط باید جواب تلفونا رو بدم و یه سری هماهنگی‌های مسجد رو انجام بدم. گفتم فرمانده ها رو من از کجا میتونم پیدا کنم؟ به من بگو، من میرم سراغ اونا. بعد از آن باز هم چندین بار دیگر به ابراهیمی گفتم میخوام به اتاق جنگ برم، باید با فرمانده ها صحبت کنم، اما او گفت نمیشه. منم گفتم کار نشد نداره. باز مثل روزهای اول ابراهیمی را مستصل کرده بودم. بیچاره از دست من آسایش نداشت. بالاخره یک بار که توی حیات مسجد بودم ابراهیمی صدایم کرد و گفت بیا، میخواستی فرمانده ها رو ببینی؟ اینا بعد از اون میخوان برن اتاق جنگ، بیا باشون برو. حال پرسیدم کیا میخوان برن؟ با دست تعداد جوان رو نشان داد و گفت اونایی که کنار ماشین ایستادن. بعد خطاب به یک نفرشان گفت خواهر حسینی که گفتم این خانومه. رفتم جلو. بین 7-8 جوان فقط یک نفرشون که به نظر مسئول بود اوورکوت سپاه تنش بود و بقیه لباس‌های معمولی پوشیده بودند. فرد به ظاهر مسئول از من پرسید برای چی می‌خوای بری اتاق جنگ؟ گفتم برای این اوضاعی که داریم. گفت فکر می‌کنی ما تا حالا این وضعیت رو بهشون نگفتیم؟ یا اتاق جنگ خبر نداره؟ گفتم چرا؟ باشه، منم می‌خوام بگم. شاید خدا خواست و کاری از پیش رفت. جوان کاغذی که دستش بود لوله کرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت آره، فکر بدی نیست. شاید ببینن خواهرام هرس و جوش جنگ رو میخورن، یه فکری به حال جنگ بکنن، یک کمی به خودشون بیان.
خوشحال شدم و گفتم پس من چطور و کجا شما رو ببینم که بریم؟ گفت مگه همین جوریه؟ تازه من یه چیزی گفتم، فرمانده های ما که میرن اتاق جنگ کاری از پیش نمیبرن. تو فکر کردی بری حرف بزنی فوری ورق جنگ بر میگرده؟ نه خواهر من، حرف اونایی رو هم که تو اتاق جنگ نشستن کسی خریدار نیست. مشکل ما اینه. گفتم باشه، حرفای شما درست، ولی من احساس میکنم باید برم حرفامو بزنم. شاید یکم به فکر بیفتن، شاید اصرار و پافشاری ما باعث بشه اونا هم بیشتر پیگیری کنن. همه منتظرن از بالا دستور بیاد، شاید اصلا نیاد، باید تکلیف معلوم شه. گفت هی من میگم نمیشه، توی اصرار کن. من میگم نره، تو میگی بدوش. بعد از نیم ساعت کلکل کردن عصبانی شد و در بین حرفای بقیه که میگفتن نمیشه خواهر، دلت خوشه، الکی که نیست، گفت بیا خودت اوضاع رو ببین، دست از سر ما بردار. گفتم لطفا آدرسش رو بدید. گفت آدرس کجا رو بدم؟ مگه خونه خاله است؟ بیا مسجد جامع، بعد از ظهر یا فردا صبح میایم دنبالت. گفتم من همینجام، همین دور و برا، اگم نبودم به آقای ابراهیم بگید خبرم میکنه. خداحافظی کردم و رفتم تو مسجد. تا بعد از ظهر چشمم به در بود که بیان. از انتظار که خسته میشدم میگفتم شاید فردا بیان، شایدم روزای دیگه. از ترس اینکه دنبالم بیان و من نباشم نمیخواستم از محدوده مسجد و مذهب دور شم. همش فکر میکردم توی اتاق جنگ چه کسانی رو میبینم، چطور باید حرفمو شروع کنم. روزی که بنی صدر به خرمشهر آمد، میخواستم هر طور شده خودم رو به او برسانم و حرف بزنم. نمیدانم چندمین روز جنگ بود. بعد از به خاک سپاری شهدا به بیمارستان طالقانی مجروح بردم. باز با غرغر و جیغ و داد پرستارها روبرو شدم که چرا باز مجروحها رو اینجا آوردی؟ جا نداریم، نیرو نداریم. این مسئله خیلی مرا عصبانی کرده بود. با همان حالت آمدم مسجد. دنبال کسی میگشتم بگویم فکری کند. کسی باید مسئولیت مجروحان و شهدا را به عهده بگیرد، با بیمارستان ها هماهنگ کنند، هر کدام ظرفیت دارد مجروح بپذیرد، اینقدر سر تحویل جنازه ها بحث نکنند. بالاخره جنازه ها را به جنت آباد ببریم، در سردخانه بیمارستان ها بگذاریم یا در قبرستان آبادان دفن کنیم. پیدا کردن ماشین و راضی کردن راننده ها هم که خودش یک معضل بود. به هر کس می رسیدیم آنقدر از او کار می کشیدیم که پا به فرار می گذاشت. تا عصر همان روز در محدوده مسجد چرخیدم. شنیده بودم اتاق جنگ خارج از شهر است. به خودم گفتم اگه رفتنمون به شب بکشه، من که این آدم ها رو نمی شناسم، درست نیست تنها باشم. به زهره فرهادی گفتم من میخوام برم یه جایی، با هم میای؟ پرسید کجا؟ گفتم یه جایی میریم دیگه، تو فقط بگو میای. گفت میام، ولی بگو کجا. گفتم جای بدی نیست. گفت میدونم جای بدی نیست، من که تو رو میشناسم، میدونم اهل هیچ فرقه ای نیستی. گفتم میخوام برم اتاق جنگ، ولی به کسی نگی. یا چشمایش گرد شد و با تعجب پرسید اتاق جنگ؟ گفتم آره، فقط گوش به زنگ باش، میان دنبالم. اتفاقا زمانی زیادی از این گفتگو نگذشته بود که سراغم آمدند. گفتند خواهر بیایید سوار شید. با زهره رفتیم بیرون مسجد. وقتی میخواستیم سوار ماشین شویم، جوان از کنار راننده پیاده شد و طوری که زهره نفهمد به من گفت خواهر فقط شما میتونی بری اتاق جنگ، این خواهر اونجا راه نمیدن، بعدن بی خود اصرار نکنی. و از بس که هول بودم زودتر برویم، گفتم باشه باشه. گفت امریه نگرفتیم، اول باید امریه رو جور کنیم. سوار تویوتا شدیم و راه افتادیم. برای گرفتن امریه جلوی فرمانداری و دو سه جای دیگر نگه داشتند. می رفتند و می آمدند، دوباره یک جای دیگر و توقفی دیگر. بالاخره 5 تا امریه گرفتند که اسم هر کدام من روی آنها نوشته شده بود.
غیر از من و زهره، سه جوان که جزء مدافعان بودند پشت وانت نشسته بودند و با هم حرف می زدند. به نظرم آدم های مرموزی آمدند. از بین حرفای جست گریختهی که از آنها می شنیدم فهمیدم اینها هم مثل بقیه نیروها نیستند که به سادگی درباره جنگ حرف می زدند. از پختگی حرفها و تحلیلی که از شرایط می کردند حدس زدم باید از نیروهای اطلاعات سپاه باشند. من و زهره در این که دقت می کردیم از گفتگوهای آنها بفهمیم وضعیت خطوط چطور است صحبت هم می کردیم. زهره پرسید روت میشه بری حرف بزنی؟ گفتم آره، چرا روم نشه؟ مگه میخوام چی کار کنم؟ پرسید چی میخوای بگی؟ رفتم توی فکر، از خودم پرسیدم واقعا میخوای چی بگی؟ چجوری میخوای شروع کنی؟ بعد گفتم خدا کنه یه آشنا اونجا باشه، دلم به اون گرم بشه، ازم حمایت کنه، میتونم راحت تر حرفم بزنم. از پل گذشتیم و ماشین جایی در کوی بهروز یا کوی آریا وارد محوطه نظامی شد و جلوی ساختمان ایستاد. به نظرم ساختمان‌های اداری نیروی دریایی بود. از ماشین پایین آمدیم و وارد راهروی ساختمان شدیم. سردر اتاق‌هایی که به راهرو باز می‌شدند تابلوهای فلزی نصب بود، لوجستیک، فرماندهی و غیره. مسئول گروه جلوی اتاق ایستاد و به ما گفت همینجا منتظر بمونید. خودش وارد اتاق شد. شنیدم امریه ها را یکی یکی نشان می دهد. آمد بیرون و رو به من پرسید سید زهرا حسینی هستی دیگه؟ تعجب کردم. اسم من را از کجا می دانست؟ گفتم اسم شناسنامم زهره است ولی در واقع اسمم زهراست. گفت اینجا که فوتوکوپی شناسنامه نمیخوان، یه دقیقه بیا تو. همراهش وارد اتاق شدم. پشت میز یک سرباز و یک لباس شخصی نشسته بودند. پرسیدن زهرا حسینی شمایی؟ گفتم بله. گفت بیرون منتظر بمونید. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشته پنجره ها ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها آخشی بردار منزل افرد دار نفیر پنجره ها پنجره دار